ممنون از شما رفیق کامبیز. به هر حال فعلا این بخش اول صحبت رو به عنوان بخش اول بگیریم، حالا بقیهش رو بتونیم امشب ادامه بدیم یا یه جلسه دیگه اونو بذاریم ببینیم بحث چجوری جلو میره. رفیقمون بحثشون رو فعلا تموم کردن، در چه کسی سوالی داره یا میخواد در بحث شرکت کنه لطفا دستتون رو بالا کنین و بفرمایید. رفقا کسی دستش بالا نیست. به نظر من رفیق کامبیز چون بحث تموم نشده، شاید یه دی دقیق ارتباط همینا رو با هم هنوز درست به صراحت چی میگن ملتفت نشده باشه، به همین خاطر شاید یه مقدار سوال کردنم مشکل باشه، ولی به هر حال یکی دستش رو بالا کرد. نسرین عزیز بفرمایید شما سوالتون یا بحثتون رو مطرح کنید. سلام و خیلی ممنون، خیلی خصوصی مفاهیم این که عضو بودن و تفاوتش با فرد بر من خیلی، یعنی جنبه های مختلفش خیلی به فرد گشایش جوری که نگاه میکنیم داره، ولی شما توی فرضی که میگین تو تولید کسی که تولید کالایی میکنه و میخواد بفروشه اونو، خیلی اون فرد و مسلم میدونید که میخواد سر طرف مقابلش کلا بذاره که صنف میاد کنترلش میکنه، که این شاید یه چیزیه که خب اینو قائل نیستند و توی، یعنی این فرض رو چجوری میکنید؟ یکی روی منطق سود میکنید چون که قرار منطق سود حاکم باشه، و به خصوص حالا تو مراحلی که اینا تولید کننده های خرد بودند چه شکلی به خودش میگرفت، و یعنی در واقع من فکر میکنم الان که رابطه، حتی رابطه با کالام خودش هی تغییر کرده و اصلا تولید کننده یا سرمایه گذار اصلا رابطه هم نداره، یه شکلای دیگه میگیره، ولی اون فرض اولیه رو اون که یه ذره خصوصیت فردیست رو نمیدونم بر چه مبنایی میگین. ممنون میشم اگه توضیح بدین. و یکی هم اگه که بعدنا شد راجبه تفکراتی که توجیه میکنن سرمایه داری، یعنی مثل تو روانشناسی مثل فروید اینا گفتین، اگه به جنبه هایش بر میگرده به این تعریف انسان، ممنون میشم که اشاره کنید. ممنون. خیلی ممنون از سوالتون. مال سوال آخرتون که اول بگم چون روشنتره. خب فروید مثلا معتقده که اولا همه انسان ها مردن، مردان مردای بورژوا هن، مردای بورژوا مردای بورژوای اروپایی هن. در نتیجه هر آدمی اگه شما میخواین روانشو بشکافین باید نگاه کنید به روان یه مرد سفید بورژوای غربی. در نتیجه آدمه حتما خودخواهه، آدمه حتما به زنا تعدی میکنه، آدمه حتما دنبال منافع خودشه، دنبال این نیست که ببینه آدم مقابل چه احتیاجایی داره. و تمام این خصوصیات رو به جایی که بگیره از شرایطی که آدم داره درش زندگی میکنه، معتقده که آدم به شرایط این خصوصیات رو میده. در نتیجه مهم نیست که شما از کجا اومدین، تو چه فرهنگی بزرگ شدین،
اینا هیچ اهمیتی نداره. اهمیت اینه که شما اگه به غرایزتون مراجعه کنی اونجوری که، یعنی شما از نظر ژنتیک پروگرام ریزه شدی، برنامه ریزی شده وجودتون که بتونید این خواستار رو داشته باشید، و در نتیجه وقتی میرین پیش روانکاو و صحبت میکنین از مشکلاتتون، روانکاو داره دو گوش میده ببینه کجاست که شما دارید توجیه میکنید این مشکلات. در واقع نمیخواید حقیقت رو ببینید که حقیقت چیه؟ حقیقت سوء استفاده شماست از شرایط برای اینکه بتونید به خواستای خودخواهانه و دیگر ستیزانه و اگوتیستیک خودتون جامعه عمل بکنید. خب این مال فروید. بیشتر روانشناس هم همینجور، یعنی فکر میکنن که بیشتر جاها وقتی هر کسی داره یه حرفی میزنه در واقع داره پنهان میکنه خودخواهی های خودش، و اگر پنهان نمیکنه و اگر معتقده که یه همچین تمایلاتی داره، در واقع چیه؟ در واقع میترسه از این که حقیقت وجود خودشو ببینه. حالا این برای روانشناس. سوال اولتون ولی مسئله چی رو مطرح کردین؟ توی سوال اولتون شما گفتین که ما چرا اینو میگیم؟ یعنی چرا معتقدیم که آدمه میخواد کلا بذاره یا بندازه جنسش؟ مخصوصا آدمی توی این دنیا. خب این به خاطر اینه که توی جامعه سرمایه داری هیچ آدمی، یعنی هیچ که زیادیه ولی خیلی کمن، آدمایی که بتونن از طریق فروش نیروی کارشون زندگی نکنن. یعنی وقتی من میرم و برای یک کسی کار میکنم، استخدام میشم به وسیله یک کسی، من تمام توانایی‌های خودم در واقع میفروشم به اون، تمام استعدادام، تمام فکولتیام. یعنی من به آدمه میگم ببین تو میتونی از چشم من استفاده کنی برای دیدن، از گوش من استفاده کنی برای شنیدن، از عقل من استفاده کنی برای حل معضلات و تمام چیزایی، از بدن من استفاده کنی برای با حمل و نقل وزنهای سنگ. بنابراین چجوریه؟ بنابراین اینجوریه که من اگرچه به صورت یه پوسته یه شیر در واقع وجود خودمو دارم حمل میکنم، ولی که توی عمل من اعضا و جوارح وجودم رو در اختیار شما گذاشتم. درسته که ظاهرا چشم منه که داره میبینه، ولی در واقع این چشم من اکستنشن تداوم چشم شماست. از طریق چشم من شما میبینید، از طریق دست منه که اون اهرمای وسایل تولید حرکت میدید، از طریق گوش منه که میشنوید، و از طریق فکر منه که شما تصمیم میگیرید و عقلتون رو به کار میبرید. پس اینجوری نیست که من یه آدمی هستم که دارم با مغز و چشم و گوش و تمام امکانات وجودی خودم عمل میکنم، بلکه اینا همه رو برای مدت معینی در اختیار شما گذاشتم. تو این مدت معین من با برده هیچ فرقی ندارم، من همون برده هم، منتها برده تمام دوران حیاتش یه همچین موجودی بود. ما به عنوان کارگر و کارمند سرمایه فقط در دوره یه همچین شرایطی رو مجبوریم تحمل کنیم که نیروی کارمون رو فروختیم، اگه برای 8 ساعت 10 ساعت هر چقدر که لازم، یعنی تو اون مدتی که داریم کار میکنیم، یعنی خلق میکنیم جهان، و به محضی که این پروسه تموم شد
که باید بریم خودمون رو دوباره تجدید حیات ببخشیم، غذایی بخوریم، بخوابیم، یه خورده استراحت کنیم که بتونیم دوباره فردا برگردیم همین کار رو انجام بدیم. به مزی که این قضیه میشه اون وقت دیگه برده نیستیم تا فرداش، البته اونم با مسامحه زیاد. پس قضیه میشه این که در هر حال ما برده ایم و چون که برده هستیم آزاد نیست، و چون که آزاد نیستیم چی میشیم؟ میشیم آدمایی که دوست نداریم این کار انجام بدیم. هیچ کسی دوست نداره، هیچ کی دلش نمیخواد برده تمنیات یک کسی دیگه باشه. همیشه آدم دلش میخواد که بتونه کاری رو بکنه که خودش میخواد انجام بده. بنابراین چی میشه؟ فکر میکنه حداقل کار رو بکنه، حد اکثر استفاده رو ببره، حد اکثری که ممکنه از این کار دره و همه این چیزا دیگه. پس اینجور نیست که چون ما دیگه تولید کالایی ساده نداریم بنابراین دیگه اینجوری نیست که میخوان بندازیم، هممون اینجوری هست. و به همین خاطرم حکومت قانون خیلی مهمه تو سرمایه، یعنی یه سری موازین هست که تعیین میکنه چه کاری درسته چه کاری غلطه. چون من با ذهن خودم، با معیارهای خودم، با اخلاقیات خودم نمیتونم تصمیم بگیرم، چون اون تصمیماییه که منوط به قوه فکر و اخلاق خود منه، در حالی که این تصمیما تابع قوه فکر و اخلاقیات سرمایه داره که نیروی منو خریده، نیروی کار من، بنابراین ربطی به من نداره. امیدوارم تا حدودی تونسته باشم جوابتون رو. تشکر رفیق کامبیز. رفقای دیگه اگه مایلن سوالی بکنن یا نکته رو به بحث بگذارن بفرمان. رفیق نسرین بفرمایید. من توی تعریفی که شما میکنید از این که این میتونه، یعنی باز این آدما میخوان، ما میخواییم که از زیر کار در بریم، آیا این به لطن که کار دوست نداریم، یعنی که تو دوره بعدی چه ضمانتی هست از زیر کار دارن؟ یعنی اینو به عنوان یه خاص، مثل اتفاقا فروید که گفتین اون خاصیت های مرد بورژوای اروپایی رو میذاره قابل میذاره به عنوان خاصیت انسان و دنبال اون میگرده توی تو و یا باش حک محکت میزنه، ما یه جوری هم این خاصیتی که سرمایه داری داری به عنوان خاصیت انسانی که آدم ها بخوان از زیر کار در برن، بخوان سر بقیه کلا بذارن، و این استدلالی که برخی از طرفداران سرمایه داری دارن توی، یعنی حالت لیبرالیزم اینه که آزاد باشن، این خاصیت آدمی که بخواد وضعش از بقیه بهتر باشه، این خاصیت آدمی که بخواد سر بقیه کلا بذاره، و ما این سرمایه، یعنی این آزادی سر هم دیگه کلا گذاشتن بدیم، در واقع تو سرمایه داری دارن میدن این آزادی، تو خوب بازی نمی کنی در واقع. این یکم اون استدلال رو داره که خب این آدم ها این طوری هن. من فکر نمی فهم ببخش. بله درست میگین، منم خوب نگفتم، نکته شما رو میفهمم. ببینید دو طبقه هستن، یه طبقه هست که دیگری رو استثمار میکنه که نیروی کارش رو خریده و وادارش میکنه اعمالی رو انجام بده که خودش نمیخواد، الزاماً نمیخواد، حالا ممکنه یکیش هم جزو اون چیزایی باشه که میخواد، ولی الزاماً این کارا رو نمیخواد بکنه، عقلش و احساسش و تجربهش اون رو بهش نمیگه، بنابراین اون آدم مخالف با این کار است. طبقه دیگه ای که در واقع اکثریت اجتماع رو تشکیل میده و استثمار میشه طبقه کارگر باشه،
و روشن فکر. اینا آدمایی هستن که مجبور شدن نیروکارشون رو بفروشن. نیروکارم یعنی چی؟ یعنی سابجکتیویتی. بنابراین این طبقه به هیچ وجه خودشو توی کارش پیدا نمی و مجبور از زیر کار در. باز اون یکی ظاهرا خواستای خودش رو اعمال میکنه، منتها اون خواستایی که از طرف بازار بهش دیکته شده. این یکی اصلا یعنی کاملا خواستای مغایر با خودش. قسمت اعظم کارگرها دارن کجا کار میکنن؟ تو صنایع نظامی، توی صنایع اتومبیل سازی، تو صنایع، تو توریسم، تو رستوران های خیلی بزرگ و مجلل. یعنی بیشتر کارگرها کاری رو دارن میکنن که اصلا مربوط به زندگیشون نیست، در حالی که ما میدونیم که کار اون وجهی از وجوه زندگیه که انسان رو انسان میکنه. یعنی ما به وسیله کاره که دنیا رو میآفرینیم. دنیا اونی نیست که ما توش پرتاب شدیم. دنیا اونجایی نیست که ما مجبوریم با تمکین بهش زندگیمونو، گذرون زندگیمونو تأمین بکنیم. دنیا اون محیطیه که ما میسازیمش، و محیطی رو که میسازیم باید طوری باشه که بتونیم ازش بهره ببریم، وجود ما رو سیراب بکنه. در حالی که درست برعکسه. من از صنایع نظامی چه بهره ای میبرم؟ از اینکه بمب اتمی تولید بشه چه بهره ای میبرم؟ در نتیجه چیه؟ در نتیجه هر یه ساعتی که من صرف تولید این آشغال پاشغال ها میکنم چیه؟ اون یه ساعت حرام شده است، اون یه ساعتی که از دستم رفته. اگه میتونستم به جای اون این یه ساعت رو صرف یه کاری بکنم که انسانیت خودم یا دیگران تحقق پیدا بکنه، خب خیلی برای من بهتر بود. پس طبیعتا من دلم نمیخواد همه عمرم و وقت این همچین تولیدی بکنم. به این منظور خدمتتون هستم. رفیق نیلوفر بفرمایید. سلام، صدای من میاد؟ بله صداتون هست. بله ممنون، خیلی ممنون از ارائه خیلی منسجم و خوبتون. من یه سوال خیلی کلی که حالا تو ذهنم بوده همیشه، حالا یه مقدار الان هم شاید پررنگ تر شد، برای تفاوت، برای اینکه حالا مثلا بخوام پیش خودم در حقیقت نقد واقعی مارکس رو به هگل بخوام یه جوری در واقع توصیفش کنم. خب میتونیم بگیم که در حقیقت هگل آزادی رو مثل اسپینوزا آزادی رو در واقع شناخت ضرورت میبینه. حالا هگل میاد اینو یه مقدار انسان محورش میکنه، آزادی رو شناخت ضرورت اینترسابجکتیویتی میدونه، در واقع شناخت جبر اینترسابجکتیو. و بعد حالا اگر به تفسیر هگلی های یه مقدار راستی بخوایم هگل رو بشناسیم، در حقیقت تبدیل به شهروند خوب شدن، شهروند سیاسی خوب شدن به واسطه شناخت و شناخت دقیق این جبر اینترسابجکتیو. ولی و مارکس هم دقیقا همین مسیر رو ادامه میده، میاد همین شناخت و منتها حالا دیگه به جای شناخت اینترسابجکتیو، شناخت ماتریالیستی تاریخی که اسمش میزنه آگاهی طبقاتی، در واقع آزادی رو، بخشی از آزادی رو همین شناخت میبینه. اما برخلاف هگل فقط به اینجا ختمش نمیکنه، اینجا تموم نمیکنه آزادی رو،
در واقع میاد میگه که خب حالا ما باید انقلاب کنیم. وقتی که این به این شناخت رسیدیم، این شناخت باید ما بتونیم تغییرش بدیم. پس تا زمانی که این شناخت، این آگاهی، ما هنوز درگیر این جبر تاریخی ماتریالیستی هستیم، به آزادی نمیتونیم، به اون آزادی واقعی در واقع امانسیپیشن نمیتونیم برسیم. تنها آزادی ما مبارزه است، یعنی تنها آزادی که داریم مبارزه علیهشه. تا زمانی که بشر بیرون بیاد از این جبر و اون وقت آزادی واقعی رو تجربه میکنه. آیا به نظر شما این صورتبندی درستیه یا کلا نظرتون چیه در این مورد؟ ممنون. خیلی ممنون از سوال. بله، من تو خطوط کلیش با صحبتتون موافقم و درست میفرمایید که مبارزه هست که ما رو میتونه به این آزادی برسونه. تا وقتی که حرفای ما در چارچوب نظام موجود قابل حصولن، این آزادی تحقق پیدا نمیکنه. حالا هرچی هم این حرفای ما جالب و شنیدنی باشن، اگر بشه در چارچوب نظم سیاسی حقوقی موجود یا نظم اقتصادی موجود ما به اون خواستا دسترسی پیدا بکنیم، به جای نخواهیم رسید. و من با تو موافقم که فقط در مبارزه است. مثلا توی اعتصاب حتی اگر موفقم نشه، توی اون اعتصاب خیلی دستاورد ما خواهیم داشت. به قدرت جمعی خودمون پی میبریم، به اینی که آزادی فقط در گروه همبستگی ما با همدیگه است. یکی از ما نمیتونه به خواستاش برسه ولی بقیه همه هنوز سرشون زیر آب باشه و امثال این قبیل چیزا. اینه که درست میفرمایید، من موافقم که آزادی در گروه مبارز است. رفیق نیلوفر، اگر میخواین ادامه بدید سوالتو رو بفرمایید. رفقای دیگه اگر مایلن بحثی بکنن دستشون رو بالا کنن. رفیق و نیلوفر میگن میکروفونشون از کار افتاده نمیتونن. الان فکر کنم درست شد. بله، صداتون میاد، بفرمایید. بله، ممنون، مرسی از پاسختون. و آیا با اون بخش مقایسه بین مارکس و هگل و اسپینوزایی هم که داشتم موافقین شما، یا فکر میکنین، یا حداقل بین مارکس و هگل، حالا اینکه در واقع بیسشون یکیه، یعنی هر دو یه جور شناخته ضرورتی رو لازمه آزادی میبینن، منتها هگل متوقف میشه و مارکس با مبارزه ادامهش میده. یعنی در واقع تفاوت بنیادینشون بین پذیرش و مبارزه است. بله، تا اونجایی که من فهمیدم، هگل وقتی که از شرایط صحبت میکنه به نظرش عینیت میاد، یعنی فکر میکنه هر نوع عینی شدنی، هر نوع ابجکتیویتی یعنی از خود بیگانگی. مارکس برعکس هگل معتقده که نه هر نوع ابجکتیویتی، هر نوع فعالیت انسان که بتونه تبدیل شه به نهادها و مؤسسات و اشیاء موجود، این میتونه ابجکتیو باشه ولی به خودی خود معنی از خود بیگانگی هم نمیده. وقتی معنای از خود بیگانگی میده که بتونه تبدیل شه به اشیاء و پدیده هایی که بر انسان حاکمن، یعنی فقط موقعی که انسان مخلوقات خودشو تبدیل کنه به خالق خودش، یعنی از مخلوقات خودش
خدایی بسازه که مجبور به عبودیت در مقابل اون هست، فقط اون موقع است که بیگانگی، اون نوع ابجکتیویته، و اون نوع ابجکتیویته در واقع یا مذهب یا ابجکتیویتی جامعه سرمایه داری. و به همین دلیلم حالا این دفعه فرصت نشد صحبت کنیم، ولی به همین دلیلم وقتی مارکس انتقاد میکنه به متد هگل، میگه ببین متد تو همون متد مذاهبه، یعنی تو به جای مشیت الهی اومدی گذاشتی سیر تاریخ یا ابجکتیویتی یا هر چی که دلت میخواد، مهم نیست چی اسمشو میذاری، مسئله اینه که به نظر تو اشیاء و پدیده هایی که در عالم وجود دارن نتیجه از خود بیگانه شدن سابجکت و انسانه، و این یه قضیه یه که ما باید خودمونو از دستش آزاد کنیم. و چطور میتونیم خودمونو آزاد کنیم؟ اینطور میتونیم خودمونو آزاد کنیم که دیگه فکر نکنیم هر موقع که ابجکتیو کردیم، صورت عینیت بخشیدیم به مکنونات قلبی خودمون، همون موقع هم از خودمون بیگانه شد. خیلی ممنون. رفقای دیگه اگه ما سوالی بکنید دستتون رو بالا کنید لطفا. ما خودم مثل سوالات داشتم ولی بیشتر مربوط میشه به بخش بعدی صحبتتون که هنوز نکردید، یعنی سر نتایجی که از مفهوم دولت به صلاح اینجا گرفته میشه. یکیش هم سر همین مسئله متد بود که خودتون هم اشاره کردین تو صحبتتون، ولی در ضمن نمیخوام خستتون کنم، میدونم حالتون هنوز اونقدر خوب نشده و زیادی نگرتون نمیخوام بدارم، ولی اگر میشه حالا اگر وقت هست یه اشارهی به حداقل این مسئله متد بیشتر بکنید که نقد مارکس به متد هگل دقیقا چیه، حالا گذشته از محتویات این بحث فلسفه حق، خود روشی که مارکس اینجا نقد میکنه چیه دقیقا؟ آره خیلی ممنون. ببین این بحث مارکس راجع به متد، یکی اینجا گفته قسمت اول که بهش میگه جدا شدن نهاد از گزاره و تقدم بخشیدن به یه طرف از اینا، یکی دیگه هم بحثیه که توی دست نوشته ها میکنه که یه فصل کامل رو تخصیص داده به نقد دیالکتیک هگل، یه بخشی هم به نقد فنومنولوژی هگل، کتاب فنومنولوژی، و در هر دو جا از فویرباخ طرفداری میکنه. و چی میگه؟ میگه که ببین هر نظریه‌ای که بیاد و بگه انسان تابع یه نیروهایی هست بیرون از انسان و اونا سرنوشتش رو تعیین میکنن، این نظریه بیگانگی انسان رو تعمیق میبخش. حالا در دوران ما قبل سرمایه داری این قضیه چجوری صورت میگیره؟ از طریق مذهب، الهیات، همه چی رو با مشیت الهی توضیح میده. اگه یه چیزی خراب میشد میگفتن خدا داره ما رو تنبیه میکنه، داره به ما نشون میده چی خرابه چی درسته، به خصوص تو ادیان ابراهیم، مثلا تو یهودیت هر موقع که یه کاری صورت میگرفت و نتیجهش شوم بود یا منجر به شکست قوم یهود میشد، از طرف خدای یهودیا بهشون گفته میشد که ببین شما گوش ندادین،
اون چیزی که من بهتون گفتم نکردید و این نتیجهش. بعدن هم همینجوری ادامه پیدا میکنه. بعد از میون این ادیان یه طرز تفکری در اومد که دوباره همین کارو میکنه، منتها بدون ذکر نام خدا. یه جا میگن اقتصاد تعیین کننده است، یه جا میگن غریزه بیولوژیک تعیین کننده است، یه جا میگن نهادهای مادی تعیین کننده است، یه جا میگن قوانین دیالکتیک هم. فرقی نمیکنه، مسئله اینه که همیشه یه چیزایی هستن که اون چیزها رو انسان به وجود نیاورد ولی اونا حاکم به سرنوشت انسانه. بنابراین این که ما بخوایم سرنوشت خودمون رو به دست خودمون بگیم، یعنی تعیین سرنوشت کنیم و اجازه ندیم که اراده ما تعیین شده باشه به وسیله چیزهای بیرون از ما، هرچه که میخوایم این کارو بکنی همونجا هست که دچار بیگانگی شد و در واقع برگشتیم به دامن مذهب. و مارکس با این مخالفه. مارکس معتقده که ما نباید برگردیم به دامن مذهب. برای همین هم همونجوری که خودت هم دیروز تو بحث توضیح دادی، حتی اقتصاد سیاسی سوسیالیستی حرف غلطیه. اقتصاد سیاسی هر چیزی حرف غلطی. اقتصاد سیاسی اون شکلیه که تولید و توزیع و مبادله محصولات در جامعه سرمایه‌داری به خودش میگیره. بنابراین ما تو سوسیالیسم اینو نداریم. در سوسیالیسم یه چیز دیگه داره. ولی این نیست. به همین ترتیب مسئله حقوق، ما حقوق سوسیالیستی و حقوق بورژوایی و حقوق فئودالی اینا نداریم. در جامعه ما قبل سرمایه‌داری امتیاز داریم. یعنی اینی که خان از یه سری امتیازات برخورداره، دهقان یه سری امتیازات دیگه، چوپون یه سری امتیازات دیگه، هر کی یه جوریه. و اینطور نیست که همه ما تابع یه قانونیم و برابریم. به همین ترتیبم هم شخصیت حقوقی وجود نداره، قرارداد وجود نداره. هیچ کدوم از نهادهای جامعه حقوقی سیاسی که امروز ما باش سر کار داریم در جامعه ما قبل سرمایه‌داری وجود ندارن. اینا نتیجه یه جامعه از هم گسیخته اتمیزه ای هستن که بهش میگیم سرمایه‌داری و مفصل بندی این اتم‌ها با هم دیگه و این نهادها میشه مفصل بندی حقوقی و سیاسی. و همچون که گفتیم مسئله دولت هم همینجور، یعنی دولت یه نهادی نیست که تو هر جامعه ای شما میتونید پیداش کنید، یه ماشینی نیست که هر کسی میتونه ازش استفاده کنه. دولت یعنی شکل خاص به هم پیوستن جامعه از هم گسیخته سرمایه. یعنی دولت فقط در جامعه سرمایه‌داریه که به صورت یه نظام حقوقی و پارلمانتار و جدا از جامعه مدنی خودشون نشون میده. در جوامع ما قبل سرمایه‌داری دولت به معنای اخص کلمه ما نداریم، یه چیز دیگه داریم، همینطور که حقوق نداریم. آره دیگه این بحث. ممنون از شما. رفیق دیگه ای سوالی نداره. من هم همونطور که گفتم نمیخوام شما رو زیاد خسته کنم. به نظرم میاد به هر حال یه ذره خسته شدید. در نتیجه با اجازه رفقا بقیه بحث رو موکول میکنیم به بخش دوم صحبت های شما دیگه. خودتون اگر میخواید نکته اضافه کنید بفرمایید، ولی من پیشنهاد میکنم دیگه بیش از این مزاحمتون نشه. قربانت، خیلی ممنون. آره منم یه خورده خسته شدم. خب پس هر وقت که آمادگیشو داشتید به ما اطلاع بدید برای سازماندهی بخش بعدی بحثتون.
به نظر من اونجا یه مقدار بیشتر میتونیم وارد این مفهوم دولت دقیق تر بشیم و مفهوم متد مارکس دقیق تر بشیم، چون تا تموم نکنین این بحثا نمیشه اون بحثا رو کرد به یه معنای. درسته. به همین خاطر موکولش میکنیم بخش عمده بحث رو به بخش دوم. از رفقا تشکر میکنم که تا این موقع با ما بودن، امیدوارم از بحث بهره برده باشن. ضبط این بحث بعد در سایت فوروم خواهد بود و تو یوتیوب و شبکه های اجتماعی رفقا میتونن رجوع کنن. اگرم ایمیل آدرس ما از شما داشته باشیم که تو لیست ایمیل ما میرید و همیشه این برنامه ها و ضبط ها به شما ارسال خواهد شد. من شب بخیر میگم به همه رفقا، ممنون از رفقای ادمین که کمک کردن و همونطور سپاس مجدد از همه رفقایی که با ما بودن و تشکر فراوان از رفیقمون کامبیس که علیرغم به اصطلاح مشکلات جسمی که هنوز دارن تونستن امشب با ما باشن. ما اینو به فال نیک میگیریم و امیدواریم دیگه از این به بعد هی بهتر و بهتر بشن نه بدتر. امیدوارم که این جلسه شما رو این تو مسیر خسته تر شدن نگذاشته باشه. به هر حال متشکر از شما، تا دفعه بعد. قربانت، خیلی ممنون و خیلی ممنون از همه رفقا که گوش دادن و شرکت کردن. شب رفقا پس بخیر.